در این برنامه در بخش دوم و آخر گفتگو با داریوش طلایی، موسیقیدان و استاد پرسابقه تار و سه‌تار، به صحبت در خصوص سابقه تلاش‌ها برای حفظ موسیقی سنتی ایران در سال‌های 50 خورشیدی و نقش استاد شجریان و موسیقیدان‌های مثل خود او ادامه می‌دهیم. جناب طلایی، شما به اصطلاح نقش استاد شجریان از دید یک موسیقیدان، نه از دید عموم، اگر بشه گفت که استاد شجریان در واقع در جریان جشن هنر در سالهای 50 برای عموم گل کرد، گرچه برای شما گل کرده بود موسیقیدان ها، نقشش از دید یک موسیقیدان در به اصطلاح موسیقی ایرانی چی بود؟ یعنی در اون حرفه اصلی آواز. قبل از هر چیز باید بگم که ایشون 50 سال، یعنی 5 دهه، به صورت فعال و مداوم موسیقی تولید کردن، انواع موسیقی ایرانی. یعنی فرض کنین فقط تصنیف خوان نبودن، یا فقط آواز خوان نبودن، یا فقط با مرکز حفظ و اشاعه کار نکردن. یکی از خصوصیات مهم ایشون این بود که چند بعدی بودن و سرسپرده یه مکتب نمی شدن. مثلا من یادم همون زمان مرکز حفظ و اشاعه، با اینکه ایشون می اومدن و ما با آقای برومند کار می کردیم و جزء شرایط مرکز این بود که با جاهای دیگه کار نکنیم، ولی ایشون این شرایط نپذیرفته بودن و با استاد پایبر هم کار می کردن، با رادیو هم کار می کردن. و همین باعث شده که تنوع کاری ایشون خیلی زیاده، یعنی هم با ارکستر بزرگ خوندن، هم آوازهای خیلی سنتی با اساتید قدیم رادیو خوندن، هم با جوانهایی که همون هم نسل‌های ما بودن خوندن، هم شعرهای کلاسیک خوندن که خب راجبش خیلی گفته شده که ایشون چقدر خوب اشعار سعدی و حافظ و ادا کردن و موسیقی حق کلامو در موسیقی ادا کردن. ولی خب این در واقع یک کارنامه کاری ایشون دارن که واقعا بی نظیر، مشابه نداره. و علاوه بر این کارنامه بزرگ کاری، اینه که واقعا در حد پرفکشنه، یعنی در یعنی شما این همه کار ایشون کرده، یک دونه ایراد نمیشه از ایشون گرفته. مثلا این نوتو خارج کرده، اینجا رو از ضرب انداخته، یا بعد همیشه هم یه جوری حرکت کردن با اینکه بسته نبودن توی سیستمی، یه جوری حرکت کردن که میشه گفت یک احتیاطی هم درش بوده که از مردم فاصله نگیرن. یعنی انقدر موسیقیدان خواص نشن که دیگه مردم نتونن باشون ارتباط برقرار کنن. بسیار خب، حالا از یک نظر دیگه جناب طلایی، این سوال من یه مقدارم متوجه این قضیه بود که تأثیر آواز یا سبک آوازخوانی شجریان بر موسیقی چی بوده؟ یعنی آیا روندی رو عوض کرده یا تغییر در موسیقی داده؟ خب البته ایشون دنبال رو زیاد داشتن و مقلد هم زیاد داشتن، که البته این ایراد کار ایشون نیست، ایراد کار مقلد هاست که خوب نیست. در موسیقی ما اصولا تا یه مرحله‌ای خب باید کپی کرد و تقلید کرد، ولی بعد از اون باید هر کسی خودش رو پیدا بکنه. و فراموش هم نکنیم به هر حال در این 40 سال گذشته بسیاری از خواننده ها امکان ابراز وجود نداشتن، اگرچه در هر حال آموزش موسیقی وجود داشته و در بطن جامعه و شاید به صورت خصوصی ادامه داشته، ولی به هر حال خیلی از اون اصطلاح انشعاباتی که باید باشه در آواز که همیشه بوده
به وقوع نپیوسته و من امیدوارم که این اتفاق بیفته و اینطور نباشه که خود استاد شجریان هم دوست نداشتن و میگفتن، گفتم خب من خودم هستم دیگه، چه ضرورتی داره که کسی تقلید منو بکنه. بنابراین از لحاظ تقلید صدا و به اصطلاح لحن و حالت این نکته است، ولی خب از لحاظ اصطلاح اون حالا بگم رپرتوار، مجبورم اصطلاح خارجی بگم، البته کارگان گذاشتن معادله رپرتوار، ولی خیلی شناخته شده نیست این اصطلاح. یعنی تنوع کاری که ایشون دارن، مثلا ایشون شور که میخونن هیچ کدومش شبیه هم نیست، در واقع همش هم درسته و خیلی کلاسیکه و خیلی به جا هست. حالا یک موضوعی پیش میاد جناب طلایی، اینه که افرادی مثل استاد شجریان که بسیار همطوری که گفتین نادرند از نقطه نظر واسه تسلطشون بر کارشون و در آواز، آیا ممکنه که به هر حال اون برجستگی صدای مثل شجریان خود موسیقی رو تحت شعاع قرار بده، یعنی در واقع برجستگی موسیقی رو کم بکنه؟ من فکر نمی کنم چنین چیزی، برای اینکه ما صداهای خوب کم نداریم. خب درسته که به هر حال صدای ایشون تبدیل به یه صدایی شده، اصلا یه نیم قرن صدای مردم با صدای ایشون زندگی کردن و جزو خاطره عاطفیشون شده، اصلا بحث برجستگی و خوبی و بدی نیست، یعنی اصلا یه بخشی از حافظه عاطفی مردم شده. ولی به هر حال ما صداهای خوب دیگه هم داریم، کم هم نیستن. حالا بخش عمده کار تألیفاتی شما جناب طلایی و کار آموزشی شما به اصطلاح متکی بر ردیف‌های موسیقی هست و اصرارتان هم بر آموزش دقیق و صحیح ردیف در موسیقی، کمی چندین کتاب در این مورد منتشر کردید که در مقدمه هم گفتم. حالا ممکنه شما را یه مقداری به سنتگرایی و نوعی گذشتگرایی متهم بکنن، جوابتون چیه؟ البته کسانی که به گذشتگرایی اگر به اصطلاح متهم بکنن به قول شما، که من فکر میکنم اشتباه میکنم و شناخت درستی ندارم. درست مثل این میمونه که فرض کنیم یه استاد ادبیاتی بیاد راجع به فردوسی حرف بزنه بعد بگن گذشتگرا، یا راجع به سعدی حرف بزنه. به هر حال ما ادبیاتمون یک آثار شاخصی داره، در موسیقی کلاسیک غربی هم همینطوره. شما مگه فکر میکنین بتوون و موزارت مثلا جدیدتر از میرزا عبدالله هستن از لحاظ تاریخی؟ بنابراین این یه حرف انحرافیه. خب امیدوارم که بیشتر کسانی که این کارو میکنن از روی کم اطلاعی باشه. من اتفاقا آدمی هستم که در چهار راه تقابل‌های فرهنگی موسیقی قرار گرفتم. همونطوری که به شما گفتم، من اون زمانی که وارد هنرستان شدم به چهار تا تاندانس و نگرش به موسیقی ایرانی بود. یکی همون نگرشی بود که اصلا موسیقی ایرانی رو باید انداخت دور و یه موسیقی افراد متمدن آورد، نه اون نگرش خادم میثاق و مینباشیانه. یکی بود مثل سنتگراها که میگفت نه، باید حتما سینه به سینه باشه و از نوت نباید استفاده کنه. یکی بود وزیری که اون تئوری رو میگفت. بعد تئوری‌های مخالفان وزیری پیدا شدن که بر علیه اون که نه، این تئوری مناسب نیست و غیره. حالا منظورم اینه که برای اینکه خیلی طولانی نشه دوباره برنگردیم به عقب، منظورم اینه که من خیلی وجوه مختلف موسیقی رو کار کردم، مطالعه کردم، درسش رو خوندم، حتی از لحاظ موسیقی ملل رو و موسیقی های هم خانواده رو مطالعه کردم. برای اینکه حالا چرا ما میگیم ردیف؟ اصلا ردیف مگه چیه؟ ردیف در واقع ادبیات موسیقی ماست. ما از زمانی که میخوایم بگیم موسیقی ایرانی،
باید به یه چیزی اتکا بکنیم، باید بیایم اونو بررسی کنیم. من اومدم کتاب نوشتم که حاصل یک عمر بوده، این کتاب که ساختار مدال این دستگاه های ما، اون مقام های اصلی چیه، ساختار دستگاه ها چیه، بعد سیستم های ملودی که رو اینا میاد سوار میشه چیه، بعد اینا چه حالت از لحاظ اصطلاح ترکیب جملات یا سینتکس پیدا میکنه، یعنی نحو، از لحاظ نحو و غیره، و این تبدیل به یه زبانی میشه که شما با این زبان میتونین همونطوری که با زبان فارسی شما میتونین شعر نو بگین، رمان جدید بنویسین، شما زبان موسیقی ایرانی رو هم بلد باشین میتونین به زبان موسیقی ایرانی موسیقی نو بسازین و بگین، وگرنه خب موسیقی های دیگه که در دنیا خیلی زیاده بله که کم نداریم در موسیقی. من یه نکته ای هم اگر وقت باشه، بله بفهمید، ببینید یه نکته ای هست، من بارها و بارها همه جا گفتم و هر چقدر میگم فکر میکنم باز بهش به اندازه کافی توجه نمیشه. یکی از مشکلاتی که برای ما حاصل شده بعد از انقلاب اینه که ما انواع مختلف رو از هم تفکیک، انواع مختلف موسیقی رو در جای خودش از هم تفکیک نکردیم. شما وقتی یه چیزی رو ممنوع میکنی، این لطمه‌ای که میزنه، اولین لطمه‌ای که بهش میزنه اینه که شفافیت رو از روش بر میداره. مثل هر چیزی که ممنوع میشه، میدونین در موارد دیگه هم شما میتونین این مقایسه رو بکنین. یعنی یه چیزی رو ما اسمشو میذاریم موسیقی که خیلی هم باش رابطه خوبی نداریم، حالا پذیرفتیم اسمشو بذاریم موسیقی، پیشرفت کردیم دیگه بهش نمیگیم سرود، ولی این یه کیسه یه، بعد دست میکنیم توش یه چیزی در میاد، میبینیم مثلا اپرای مانی و مانای استاد دهلوی در، بعد دست میکنیم مثلا توش مثلا یه کار پاپ در میاد، دست میکنیم توش ردیف میرزا عبدالله در، و همه اینا میگیم موسیقی، در صورتی که شما میدونین که هر موسیقی توی همون دنیای غرب هستین انواع موسیقی هست، یعنی حتی همون موسیقی کلاسیک هم انواع مختلف داره، انواع سنگینترشو داره، سبکترشو داره، دوره های مختلف داره. ما دعواهامون یه مقدار سر دعوای موسیقی به صورت عام و کلیه، در صورتی که بعد ما انواع موسیقی رو در جای خودش بسازیم بشناسیم. الان شما موسیقی مثلا قرون وسطا، موسیقی رنسانس دارین که مدرسه تخصصی داره در سوئیس فرض کنید یا در فرانسه. شاید علت این که این مسائل مطرح میشه این صحبت هایی که بعضی موقع شما کردید، مثلا من یک نقل قولی از شما میکنم که میگین که در روزگاری هستیم که خواننده وقتی صدای خوبی دارد چرا برود موسیقی دستگاهی بخواند، میرود پاپ میخواند و زندگی خود و خانوادهش و دو نسل بعدش رو هم تامین میکند. و در همونجا مثلا از علیرضا قربانی، سالار عقیلی و همایون شجریان نام بردید که خوانندگانی بسیار خوب دستگاهی بودند ولی کشیده شدن به طرف موسیقی پاپ. و اون وقت جملتون رو با این عبارت تموم کرده در اون به اصطلاح نقل قول که شما میکنم که امروزه موسیقی اصیل و کلاسیک کار کردن شده یک جور رسالت هنری و فداکاری. شاید اینجاست که ممکنه این لحن انتقادآمیز شما رو به تعصب و پافشاری بر سنت تعبیر کرده باشند. خب بله، حالا البته شاید این یه مصاحبه بوده که شما دارین از اون مصاحبه نقل قول میکنین، درسته صحبت راجع به آواز ایرانی بوده چند وقت پیش که چرا آواز نمیخونن دیگه، و من خودم این دغدغه رو داشتم، به خاطر همینم کتابی نوشتم اسم کتاب آواز، رمزگشایی آواز ایرانی. شما ببینین ما الان بیشتر از 100 ساله که ما موسیقیمونو موسیقی مدرسی و آکادمی کردیم، هنرستان داریم، دانشگاه داریم، رشته های مختلف دانشگاهی داریم، تعدادشون هم کم نیست، ولی آواز که مهمترین بخش موسیقی ایرانیه هیچ محلی از اعراب نداره، یعنی نه در هنرستان تدریس میشه، نه در دانشگاه تدریس میشه، نه رشته یه، نه در کنکور کسی میتونه کنکور موسیقی بده، میتونه حتی یه سازایی بزنه که خیلی هم سازای ایرانی در اصل نبودن، مثلا فرض کنید حتی میتونه رباب و قیچک هم بیاد امتحان بده، ولی آواز نمیتونه بیاد. و
خب اینجا ما یه اشکالی داریم و من خواستم که اینو حالا اینجا به همون اصطلاحات میشه اشاره کرد که ما یه پروسه کلاسیک سازی موسیقی ایرانی هم داریم، یعنی تبدیلش بکنیم به یک موسیقی که اصول و مبانی داشته باشه، قابل تعریف، قابل تدریس، قابل مطرح شدن در سیستم های آکادمیک، در درس های کلاس ها و غیره. خب این یه نکته. بنابراین آواز رو باید نجاتش داد به عنوان یه هنر خیلی با ارزش جهانی، حتی من میخوام بگم آواز ایرانی واقعا یک هنر ناب جهانی در موسیقی. ولی اون طرف قضیه، اون طرف قضیه، خب قضیه بازار و شهرته. خب شما در همه جای دنیا همینطوره، خاص ایران نیست. شما موسیقی های مردم پسند خب خیلی راحت تر مخاطبین بیشتری دارن، استقبال بیشتری میشه، کنسرت های بیشتری میشه. به خاطر همین هم هست که دولت ها و حکومت ها حمایت میکنن از اون موسیقی هایی که یا اون هنرهایی که بیشتر نگهدارنده فرهنگ هستن و فرهنگ و ارتقا میدن. حالا بهشون کلاسیک بگن، این اصطلاح کلاسیک. ولی خب چه اشکالی داره که خوانندگانی که مثلا نام بردید هم در موسیقی پاپ کار کنن و هم دستگاهی، یعنی هم زندگیشون به چرخه و هم رسالتشون به هنر موسیقی ادا کرده باشن؟ شما مخالف موسیقی پاپ که نیستید که؟ نه، من مخالف موسیقی پاپ اصلا نیستم. اتفاقا همه دوستان من میدونن که من خیلی آدم دموکراتی هستم از لحاظ موسیقی. همه موسیقی ها رو من موافقم که باشن و شناختم هم کم نیست راجع به موسیقی های جهان، فقط پاپ هم نه، موسیقی ملل، انواع موسیقی ملل. و پاپ هم موسیقی های بد و خوب داره، مثل همه موسیقی هایی که بد و خوب داره. و ولی خب باز برمیگردم به اون که باید رشتهشو کسی انتخاب بکنه. یعنی باید بالاخره تو همه جای دنیا ببینین، حتی تو موسیقی اپرا، موسیقی کلاسیک، خب یه پاواروتی بود که اومد مثلا یه مقدار اونم نه، اومد تو موسیقی پاپ که خیلی هم همکاراش بهش ایراد گرفتن و زیاد آدمای زیادی این کارو نکردن. برای اینکه بالاخره ببینید هر کاری، هر تخصصی بالاخره یه چارچوبای خودشو داره، رشته تخصصی اون شخص، یعنی باید انرژیشو بذاره در اون راه دیگه. نمیشه که هر جا که دید که مثلا اونجا بهش بیشتر پول میدن بره اونجا، که من اینو به طور کلی دارم میگم، شخص خاصی به نظرم نیست. اینم من احتمالا در اون مصاحبه به خاطر وضعیت آواز که یه سوالی کردن از من اون جواب دادم. وگرنه من هیچ مخالفتی ندارم، هر کسی میخواد بره پول در بیاره و کار بکنه که من ربطی ندارم. خب حالا با بیش از نیم قرن تلاش استادانی مثل خود شما و ستاره درخشانی مثل شجریان و با بودن نوازندگان چیره دستی مثل خود شما، مثل آقای حسین علیزاده، مثل داریوش پیرنیاکان، مجید درخشانی و دیگران که الان عده این افراد هنرمند و ماهر در سازها هم داره اضافه میشه، شما فکر میکنید الان موسیقی سنتی و کلاسیک ایران به جایی رسیده که آدمایی مثل شما نفس راحتی بکشن و بگن که این موسیقی دیگه از خطر گذشته و الان زنده و پویاست؟ در مورد ساز که من میتونم بگم، چون که ما خیلی جوانایی داریم که واقعا خیلی خوب هستن، هم از لحاظ تکنیکی هم از لحاظ دانش، و باید این امتیازش هم به خانواده هاشون داد که چقدر خانواده ها حمایت کردن از جوان ها، که اصلا قابل مقایسه نیست نسبت به زمان ما و نسل ما و نسل های قبل از ما، حمایت هایی که خانواده ها کرد. فقط خب شرایطی باید باشه که بتونن به بنبست بر نخورن. یه مشکلی که ما داریم اینه که تا یه جایی میان بعد به بنبست بر نخورن، دیگه نمیتونن جلو برن، دیگه امکان بروز ندارن. و خب اونجاست که
مشکلاتی پیدا میشه. این در مورد سازهاست که من واقعا دیدم خیلی تو همه سازها از لحاظ تکنیکی و خب امکانات در دسترس بودن نوار و نوت و غیره انقدر زیاد شده که راحت. در مورد آواز یک مقدار نگرانی دارم، بله، بر این که باید به هر حال این واقعیت رو پذیرفت که خیلی راحت تر به طرف تصنیف خوانی کشیده میشن خواننده ها به خاطر اقبال عمومی و به خاطر مردم پسند تر بودن تصنیف، که خیلی هم چیز خوبی تصنیف، نه که من مشکلی با تصنیف داشته باشم، ولی اون آوازخوانی به اصطلاح شیشتونگ ایرانی باید یه نماینده هایی داشته باشه دیگه، باید به هر حال ادامه دهنده کسانی که بزرگانی که بودن به ما خیلی یاد کردیم از شجریان بزرگ، باید ادامه راه رو بتونن بدن و در بلند باشن. بعد آقای طلایی، من هر روز اینجا در لندن به دو ایستگاه رادیویی که موسیقی کلاسیک اروپایی پخش میکنن گوش میدم و آثار آهنگسازان معروف دنیا و غیر معروف دنیا از گوشه‌های کنار دنیا معمولا پخش میکنن در اینجا، و دریغ از یک آهنگ از یک آهنگساز ایرانی که در این رادیوها پخش بشه. فکر میکنین که چرا موسیقی ایرانی نتونسته با وجود همه ارزش و اعتباری که داره ولی در سطح جهانی اونچنان ندرخشیده؟ این فقط در مورد موسیقی ایرانی نیست، به هر حال این یه سیاست فرهنگی هم هست، یه سیاست گذاری فرهنگیه. شما تقریبا بیشتر، مگر اینکه مثلا به صورت یه چیز اگزاتیکی به قول خود همون جایی ها مطرح بشه، موسیقی هندی یا موسیقی افریقایی، یا ولی در هر صورت این مورد فقط مورد موسیقی ایرانی نیست، این در مورد همه موسیقی های ملل اینو میشه گفت. ولی خب اگه بخوایم تخصصی تر بحث کنیم، خب گوش ها باید عادت بکنه. به هر حال موسیقی خیلی وسیع، خیلی گوناگونه، و اگر بخوان این کارو بکنن، این همه کشور و این همه فرهنگ تو دنیا هست، صبح تا شب که نمیشه اینا رو پخش کنن، اون وقت میان همه اونا معترض میشن که چرا دارین موسیقی ایرانی پخش کنید. ولی خب یه برنامه، من که فرانسه زندگی میکردم، فرانس موزیک یه کانال رادیویی هست مخصوص موسیقی فرانس موزیک، که خب این پخش میکرد، برنامه هایی بود، من خودم هم چندی بار دعوت شده بودم، کنسرت هایی بود. به هر حال این موسیقی یه مقدار موسیقی خاصه، یه مقدار موسیقی همون چیزی که ما مثلا میگیم کلاسیک، تو خود زبان انگلیسی آرت میوزیک میگین مثلا بهش، یا فرانسوی ها میگن سوانت یعنی آلمانه. به هر حال این صفاتی که ما قائل میشیم برای این نوع هنرها، در مورد ادبیات هم همینطوره، بالاخره یه فرهنگیه که یک مقدار آلمانه است، یه بخشی از افراد رو در نظر میگیره که در یک زمانهای خاص، و موسیقی زمینه هم نیست، موسیقی مصرفی هم نیست، در یک زمان خاصی همونطوری که یک نفر میره یه ادبیاتی، یک کار هنری آلمانه، هنرمندانه که کلاسیک، تمام تمرکز و حواسش رو میخواد به اون بده، این هم برای اون زمانها خوبه و میتونه استفاده کنه و باید حفظ بشه و باید نمایندگانی داشته باشه. شما فکر میکنین اگر که مثلا موسیقی کلاسیک، یعنی به شکل موسیقی کلاسیک که مرسومه اروپایی به اصطلاح، آهنگسازای ایرانی کار بکنن، شما فکر میکنین که اون همون موسیقی ایرانی هستش که برام میشه همون موسیقی کلاسیک، یا این که یعنی مایه های موسیقی ایرانی باید داشته باشه
یا اینکه مثلا یه موسیقی تلفیقی باشه بین موسیقی کلاسیک اروپایی و موسیقی ایرانی که بتونه در سطح جهانی بدرخشه و مورد قبول واقع بشه؟ نه خب ما این شعبه از موسیقی رو هم داشتیم و داریم، یعنی ما داریم دیگه، یعنی فرض کنین ما همین الان آهنگسازانی داریم که با هم تو همون سیستم موسیقی کلاسیک غربی، همونطور که فرض کنین بارتوک مثلا ما داشتیم در موسیقی کلاسیک غربی، یا اکول مکتب روس داشتیم، چایکوفسکی داریم، موسورکسی داریم، استراوینسکی داریم، همه اینا رو داریم. خب در موسیقی ایرانی هم بالاخره یه حرکت متوقف نشده. ولی برای اینکه جواب شما رو بدم، بله اگه بخوان در زمره موسیقی دانان کلاسیک برن، همونطور که مثلا فرض کنین خاچاتوریان یا در ارمنستان مثلا، یا در اون زمانی که با اتحاد جماهیر شوروی بودن و به طرف موسیقی کلاسیک رفتن، یا مثلا امیروف که یعنی برای همون ارکستر سمفونیک کار میکردن به عنوان موسیقی ملی اون سرزمین. بسیار خوب آقای طلایی، اجازه بدین که برنامه رو با یک سوال نسبتا خصوصی تموم بکنم. چند سال قبل در یک مراسم معرفی یکی از کتابهاتون در تهران، آقای داریوش شایگان به خصلت شهرت گریزی شما اشاره کرد و از قول ژان دورینگ شما رو پاسدار محتوای اخلاقی هنر دونست، ولی در عین حال آقای شایگان یک توصیه هم به شما کرد، اون این بود که لازمه، یعنی لازمه هنره که کمی خودنما باشید. آیا این توصیه رفیق فقیدتون رو به کار می‌بندید؟ والا خیلی سخته، من چون به این دوست عزیزم خیلی علاقه داشتم و بهش این قول دادم، سعی میکنم به کار ببرم. ولی ببینین وقتی شما در یک فرهنگی و با یه اساتیدی زندگی میکنین که ادبیاتش به هر حال ادبیات از شهرت گریزی و از نام گریختن و از تظاهر حذر کردن و این چیزاست، و در ذات اون هنر هم وقتی میخواین به عمقش برین یک نوع درونگرایی داره و به هر حال یه مقدار مانع میشه از خودنمایی و اومدن در سیستم هایی که خیلی آدم خودشو عرضه کنه و در ویترین بذاره و غیره. خب یه ذره این من سخت براتون بعد استادانم این عادت رو ممکنه گرفته باشم، ولی باید بهتون اعتراف کنم که با فشار و سختی بسیاری بعضی موقع باز اینم برای خودم یه رسالتی میدونم و این کارو میکنم و قول هم که دادم در آینده بیشتر این کارو بکنم. به هر حال میگن که پریرو تاب مستوری ندارد، ولی ظاهرا این در مورد شما خیلی صادق نبوده تا حالا. به هر حال خیلی متشکرم آقای داریوش طلایی از حضورتون در برنامه، ممنون از شما. خیلی لطف دارین، به خصوص برای این تعریف آخرتون. خیلی متشکرم.